گفتار عمومی 172 خودمون رو آغاز میکنیم، 9 آذر 1402. این گفتار در مجموعه مباحثی هستش که ما درباره متفکران بزرگ قرن بیستم در فرانسه داشتیم و سعی کردیم که در این مجموعه که 15 قسمت هستش از شاخه‌های مختلف متفکران رو معرفی کنیم و طبیعی است که به صرفاً نکات کلیدی اونها میپردازیم. اکثر اینها کسانی هستن که در زبان فارسی و دست کم در یک زبان بین‌المللی به راحتی میتونید به معرفی‌های بسیار زیادی از اونها و به آثارشون دستیابی داشته باشید. ما تا به حال 2 نفر رو از علوم اجتماعی معرفی کردیم، دورکیم و موس. از ادبیات آندره بروتون و موریس بلانشو رو که هفته گذشته بود ما داشتیم، از تاریخ فنون برودل و از فلسفه ولادیمیر ژانکلویچ. و امروز ما در مورد موریس مرلوپونتی فیلسوف اگزیستانسیل فرانسوی صحبت میکنیم. البته حالا این واژه اگزیستانسیل که برای او به کار میره ممکنه مورد مناقشه باشه. بیشتر او رو به عنوان یک فیلسوف پدیدارشناس معرفی میکنن یا فنومنولوگ. و بر تقدیر موریس مرلوپونتی از متفکرانی هستش که به رغم عمر کوتاهی که داشت، او از 1908 تا 1961 زندگی میکرد و در 53 سالگی درگذشت، به رغم عمر کوتاهی که داشت بسیار بسیار تاثیرگذار بود در زندگی فکری قرن بیستم در فرانسه و نه صرفا در حوزه فلسفه. ما کسانی رو که در این مجموعه از حوزه فلسفه یا از حوزه های غیر از حوزه علوم اجتماعی معرفی میکنیم کسانی هستند که تأثیر بسیار زیادی روی علوم اجتماعی گذاشتن و ما به عنوان کسانی که توی علوم اجتماعی هستیم باید شناختی از اونها داشته باشیم، از اندیشه های اصلیشون داشته باشیم. و طبعا در اینجا ما یک بحث تخصصی نداریم و بحث مرلوپونتی مثل بحث ژانکلویچ که در ایران کمتر شناخته شده است ولی مرلوپونتی بسیار بیشتر شناخته شده است، اینا مباحثشون باید به صورت جدی در حوزه فلسفه دنبال بشه. اما مرلوپونتی جزو کسانی هستش که حتی بسیار بیشتر از ژانکلویچ تأثیر عمیقی داشته بر روی فلسفه. البته این تأثیر بودی که به طور کلی هم فلسفه اگزیستانسیل و هم فلسفه پدیدارشناسی داشتند، هایدگر از یک طرف و هوسرل از طرف دیگه، ولی مرلوپونتی به دلیل موقعیتش به عنوان یک روشنفکر فرانسوی و دوستی و مشارکتی که داشت در فعالیت‌های فکریش با سارتر و دیگران و حضورش در عرصه دانشگاهی فرانسه در سوربن و بعد در کالج دو فرانس، خب تأثیرش بسیار بسیار بیشتر بوده که به این مسئله اشاره میکنیم و این مسئله مورد توجه ما در بحثی که امروز میکنیم هست. پس بنابراین اون خطوط اصلی که میشه در مورد مرلوپونتی ما به عنوان کلمات کلیدی در نظر بگیریم این است که او یک فیلسوف بزرگ قرن بیستم هست، یک فیلسوف در سطح جهانی هستش و باید او رو به عنوان یکی از به اصطلاح پایه‌های اصلی فلسفه قرن بیستم در نظر گرفت و مطالعه کرد و به خصوص برای کسانی که در حوزه فلسفه است. دوم مسئله پدیدارشناسی است که به طور خاص ما باید به اون بپردازیم. مسئله روانشناسی هستش. مسئله رابطه مرلوپونتی با جامعه شناسی و انسان شناسی هستش و شاخه‌هایی که به او ربط پیدا می‌کردن، چه از طریق پدیدارشناسی به طور کلی و چه مستقیما زیر نفوذ او. و بالاخره بحث بدن که
از مباحث اساسی هستش که ملوپونتی مطرح میکنه و ما به اون در این مجموعه اشاره‌ای خواهیم داشت. خب در بخش اول معمولا من همطور که اون چارچوب کلی بحث رو مطرح میکنم اشاره میکنم به کتاب‌هایی که در فارسی از ملوپونتی یا درباره ملوپونتی ترجمه شده یا نوشته شده. در مورد ملوپونتی کتاب ملوپونتی نوشته تیلور کارمن که توسط آقای مسعود اولیا ترجمه شده در 1390 در انتشارات ققنوس منتشر شده. انتشارات ققنوس چند کتاب دیگه هم از ملوپونتی، یعنی درباره بیشتر ملوپونتی منتشر کرده که باید اونها اشاره کرد. از جمله جهان ادراک که با ترجمه فرزاد جابرالانصار در سال 1402 منتشر شده. انتشارات هرمس دو کتاب درباره رابطه ملوپونتی و هنر رو به انتشار رسونده با به اصطلاح قلم نادر شایگانفر و اسماء سبزکار که بیشتر به رابطه ملوپونتی و نقاشی میپردازن. مجموعه مقالاتی درباره ملوپونتی و بنیادهای اندیشه او تدوین و ویرایش آقای محمد اکوان منتشر شده که این هم یکی از کتاب‌های مهمی است که میشه بهش اشاره کرد. انتشارات فرزانگی در 1397. همچنین باید ما به کتاب انسان دوستی و خشونت ترجمه روشنک داریوش از ملوپونتی که انتشارات دامون در 1401 منتشر کرده و کتاب در ستایش فلسفه که نشر مرکز اون رو با ترجمه ستاره اومن در سال 1375 منتشر کرده اشاره بکنیم. و چون موضوع پدیدارشناسی هستش و مسئله پدیدارشناسی بسیار اهمیت داره، ما باید به کتاب بسیار ارزنده هوسرل در متن آثارش که نشر نی به قلم آقای دکتر عبدالکریم رشیدیان منتشر کرده هم اشاره بکنیم که میتونه مورد استفاده در اینجا قرار بگیره برای دوستانی که علاقمند هستن موضوع رو دنبال بکنن. رفرنسی که من برای این بحث در نظر گرفتم، یعنی بیشتر از اون استفاده کردم در کنار رفرنس های دیگه که در دسترسم بوده، مقاله ای هستش که در دایره المعارف اونیورسالیس به قلم آلفونس دو بالانس که استاد دانشگاه لوون هست منتشر شده و اشارات دیگه ای که در برخی از آثار علوم اجتماعی، مقالات علوم اجتماعی به ملوپونتی شده. گفتم بیشتر نظر من در این بحث و به طور کلی مباحثی که دور میشیم ما یه مقداری از مسئله علوم اجتماعی این هست که رابطه رو با علوم اجتماعی درک بکنیم و درک پدیدارشناسی به طور خاص به دلیل وجود اصلا یک شاخه جامعه شناسی پدیدارشناختی در علوم اجتماعی و همینطور البته شاخه جامعه شناسی تفهیمی وبر در علوم اجتماعی به نظر من بسیار بسیار ضروری هستش. از بسیاری نظرها حالا ما خواهیم دید وقتی وارد بحث پدیدارشناسی بشیم، علوم اجتماعی و پدیدارشناسی به هم ارتباط پیدا میکنن.
در حقیقت شکافی که حالا خواهیم گفت که بین مفاهیم مرلوپونتی درباره بدن، درباره پدیده‌های بیرونی، اشیا، جامعه، تاریخ، هنر، حتی روانشناسی و غیره وجود داره، فاصله که بین این ادراک مرلوپونتی وجود داره با تعبیر و تفسیر و ادراکی که چه خود اون حوزه ها به طور مستقیم میکنن، روانشناسی مرز کنید، روانکاوی یا زیبایی شناسی، و چه به خصوص درک کلاسیک از این مفاهیم، مثلا درک از مفاهیم اصطلاحی از رابطه بدن و روح، درک دکارتی از اون و غیره. فاصله‌ای که در اینجا وجود داره فاصله بسیار مهم و تعیین کننده ای هستش که اگر ما بتونیم این فاصله رو درک بکنیم، میتونیم به یک نوع از جامعه شناسی برسیم که این جامعه شناسی هستش که بسیار بسیار بروز بعد از این تجربه 150 ساله‌ای که ما در جامعه شناسی داریم. ما امروز تقریبا میتونیم بگیم به یک سنتزی رسیدیم که نه دیگه مثل جامعه شناسی و علوم اجتماعی سال 1950 تا 80 در آمریکا لزوما تاکید داره بر مسئله صرفا تجربه، صرفا یک پوزیتیویسمی که ما حالا در بعضی از آثار اولیه جامعه شناسی هم میدیدیم، حتی در نزد بزرگان، و نه صرفا تاکید داره بر مفاهیمی که نزدیک میشن به کاملا فلسفه، دور میشن از به اصطلاح تجربه و صرفا نظری میشن و رابطهشون رو با جهان واقعی از دست میدن، و بنابراین میتونیم بگیم یک ترکیبی از دورکیم و وبر، اگه بخوایم خیلی روی شخصیت ها تاکید کنیم، وبر از یک طرف میتونیم قرارش بدیم و از طرف دیگه دورکیم رو قرار بدیم که به تنهایی هر کدوم از اینها ممکنه بشه نقدی برشون وارد کرد که نگاهشون یا خیلی انتزاعیه یا خیلی ابجکتیو و پوزیتیویستیه، ولی ترکیبی که از اینها اتفاق افتاده در دوران مدرن که در شخصیتی مثلا بوردیو ما میبینیم، ولی نه فقط در بوردیو، در خیلی از جامعه شناسان معاصر مثل اولریش بک و دیگران، و در خیلی از فیلسوفان معاصر مثل هابرماس و جامعه شناسان و تاریخدان ها و کسانی که بین رشته ای هستن مثل ادگار موران و دیگران، من فکر کنم این یک سنتزی هستش که از مجموعه این اندیشه ها بیرون اومده و سهم پدیدارشناسی در اینجا بسیار اهمیت داره، و هم جهت ما در بحث اولی که خواهیم داشت که بعد از این مقدمه به پدیدارشناسی خواهیم پرداخت. Thank you.
Thank you.